سلام به همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب خوش باشید و خوب و خوش باشید و تا به امروز از آموزش هایی که در اختیارتون قرار دادم استفاده کرده باشید. امروز میخوام در مورد کسب درآمد با فروش آهنگ و موسیقی باهاتون صحبت بکنم. یه بحثی که شاید تخصصا برای دوستانی باشه که موسیقی میدونن و میتونن نوازندگی کنن، میتونن موسیقی دانن دیگه، در هر صورت میتونن یه آهنگسازی خوبی انجام بدن، سازندن و میشه از این طریق هم کسب درآمد کرد. امروز آموزشم در مورد این عده از دوستانی که مطمئنن تعداد کمی هم نیستن. در آموزش های گذشته کانال محمود بیز در یوتیوب من روش های مختلف کسب درآمدی رو به شما یاد دادم که شما خودتون میتونید وارد این صفحه بشید و ویدیوها رو به صورت کامل در صفحه ویدیو میتونید ببینید. روش های مختلف کسب درآمد مثل کسب درآمد از طریق اینستاگرام، کسب درآمد از طریق راه اندازی آنلاین شاپینگ که بیشتر مناسب خانم ها است، کسب درآمد به ازای نمایش تبلیغات، آموزش افتتاح حساب وب مانی، کسب درآمد از طریق سایت مسبی در ایران، یا کسب درآمد از طریق بازی کردن، از طریق دیدن فیلم یا دانلود فیلم، از طریق توییتر، سایت‌های افیلیت مارکتینگ، فروش فعال یا دوبله و دوبلاژ و تلگرام و حتی وبلاگ نویسی آموزش‌هایی بوده که من به شما یاد دادم. خب صنعت موسیقی صنعتیه که خب جذابیت خودش رو داره. صنعت موسیقی ممکنه به همون اندازه که تو دهه 80 میلادی پر رونق بود هنوز هم واقعا همینطوری باشه. البته ما اگر به دهه 80 میلادی کاری در کشورهای دیگر نداشته باشیم و در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم، تقریبا ایران ما هم توی همین برهه از زمان استقبال خیلی زیادی از موسیقی شده، کما اینکه بعدها ضرب المثل هایی براش درست کردن که آقا هر کی از مامانش قهر میکنه میاد خواننده میشه و میبینید که ماشاءالله روز به روز صداهای مختلفی در بازار صدای ایران به وجود میاد که همه در حال خوندنن یا در حال نوازندگین یا در حال ساختن موسیقی های خوب. راه های زیادی برای ایجاد پول آنلاین به عنوان یک موسیقی دان برای همه وجود داره. این که میگم برای همه، منظورم با اونایی که موسیقی بلدن هست. سایت هایی مثل ساند باتر که امروز میخوام در موردش صحبت بکنیم امکان میده که خدمات خودتون رو به عنوان یک آهنگساز، سازنده یا موسیقی دان بیاید به افراد معرفی بکنید. و خب حالا سایت های دیگه هم هستن که مثلا شما میتونید برای مجوز موسیقیتون از اونها استفاده بکنید، اما هدف اینه که شما از طریق این وبسایت بتونید موسیقی های مختلفی رو به فروش برسونید. کما اینکه یکی از شرکت های قدری که مطمئنا موسیقی های خیلی خوبی رو خرید میکنه شرکت یوتیوبه. همینطور که میدونید قوانین کپی رایت در دنیا اجازه نمیده من آهنگ شما رو بردارم پس زمینه ویدیوی خودم کنم یا مثلا در فیلمم بخوام استفاده بکنم یا هر چیز دیگری، اما افراد زیادی هستن که موسیقی ها رو تولید میکنن، آهنگ های بسیار زیادی رو میسازن و اینها رو از طریق این وبسایت به فروش میرسونن. آهنگ هایی که خام باشن رو شما میتونید راحت بفروشید، اگر میتونید شعر مناسبی هم داشته باشید برای اینها، خب مطمئنا مشتریان چندان دو برابر یا صد برابری خواهید داشت. مبالغی هم که از طریق این سایت ها شما میتونید برداشت بکنید تقریبا از 100 دلار شروع میشه به بالا، 100 دلار، 300 دلار، 400 دلار برای یه دونه آهنگ. در تمام دنیا هم این وبسایت کارایی داره. اونهایی که در زمینه آهنگ دارن فعالیت میکنن خب این وبسایت رو شروع بکنن به چک کردن و عضو شدن. عضویت خیلی مهمه، اول عضو شید توی این وبسایت و شروع بکنید به ارائه موسیقی هایی که ساختید و انتشار سراسری اون برای افراد زیادی که تمایل دارن به شنیدنشون. خب افراد زیادی که قرار باشه اینها رو بشنون، شرکت های مطرحی مثل یوتیوب که هر روز پلتفرمشون رو در حال ارتقا دادن هستن و افراد هم ملزم به رعایت قوانین کپی رایت هستن، اونها دامنه ای رو ایجاد میکنن برای اینکه موسیقی هایی که میخرند در اختیار عموم افراد قرار بگیره و افراد فقط از اون موسیقی ها استفاده بکنن. اما شما اگر یه موسیقی استفاده بکنه که مربوط به فرد دیگری باشه، طبق قوانین از لحاظ کپی رایت قابل بررسی و اعمال نظر هست. پس به راحتی شما میتونید در این وبسایت ها موسیقی های خودتون رو ارائه بدید
و فروش خودتون رو توی این وبسایت ها اگر در زمینه گفتم موسیقی فعالیت میکنید میتونید گسترش بدید و مشتریان جدیدی هم به دست بیارید. خب من زیاد نمیخوام این بحث رو طولانی بکنم، شما خودتون دارید میبینید اینجا چه مواردی مطرح شده، یا حتی میتونید بقیه گروه ها رو هم اینجا ببینید چه کاتگوری هایی داره و به چه شکلی شما میتونید توی این زمینه فعالیت داشته باشید. چه این وبسایت چه هر وبسایت دیگری که شما بخواید در زمینه موسیقی یا فروش فایل های صوتی بخواید کار انجام بدید و بخواید توشون فعالیت بکنید، تماما به خودتون بستگی داره که چه مدت زمانی رو وقت بذارید. حالا شما الان میاد زحمت میکشید $100 $200 $400 درآمد کسب میکنید از طریق این وبسایت ها، این برنده شدن شما توی این وبسایت ها نخواهد بود، چون مطمئنم برای کلن برای اینکه شما بتونید توی این بازار یه رقابت خوب داشته باشید با بقیه، حضور فعال شما مهمه. ببینید برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیستش، برنده شدن به معنی انجام کار بهتر از دفعات قبله. یعنی شما اگر الان اومدی یه موسیقی رو ساختی که الان مثلا $500 $400 فروشت بود، نباید فکر کنی دیگه واقعا برنده شدی، نه، کار بعدیت رو باید اینقدر قوی بسازی که بدونی برد کردی، یعنی از دفعه قبلت پیشرفت چشمگیری داشتی. استفاده از این سیستم های آنلاین کمک میکنه به ما برای انتشار افکارمون و نظراتمون و البته اون چیزهایی که در ذهنهامون میگذره به صورت یک موسیقی زیبا بتونیم آماده بکنیم و در اختیار افراد زیادی از کشورهای مختلف قرار بدیم. به همه دوستانی که در زمینه موسیقی فعال هستن پیشنهاد میکنم حتما از این وبسایت برای فروش موسیقی های خودشون استفاده کنن و به صورت کامل هم درآمد خوبی کسب میکنن مطمئنن، چون این وبسایت ها با پلتفرم های دیگری هم که شما مطمئنن در اپ استور یا گوگل پلی دیدید فعالیت میکنن و موسیقی ها رو که از شما تهیه بکنن به اشکال مختلف میتونن بفروشن و حتی درصدی از فروش اون موسیقی ها رو در اختیار شما قرار میدن. زیاد آموزش امروز رو طولانی نمی کنم، امیدوارم از آموزش امروز استفاده کرده باشید. لطفا نظر خودتون رو در انتهای ویدیو من بدید، ویدیو رو بعد از اینکه دیدید برای دوستانی که در زمینه موسیقی فعالیت میکنن حتما بفرستید، لایک کنید و امیدوارم که به درآمدهای خوبی برسید. به درآمد که رسیدید حتما زیر همین ویدیو به من بگید که چقدر درآمدتون بوده و تو چه مرحله‌ای از کار هستید. براتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. خدایا رو نگهدارتون.